سلام به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. مدافع میانی آلمانی با امضای قرارداد تا سال 2026 به رئال مادرید پیوست. بارسیا دورتموند با جایگزین ارلینگ هالند قرارداد امضا کرد. مهاجم نروژی با جدایی از بارسیا دورتموند راهی منچستر سیتی شد. مهاجم فرانسوی بارسلونا با دو پاس گل که در دیدار برابر سلتا ویگو داد توانست یک رکورد جدید را به نام خود به ثبت برساند. مدافع اوروگوئی بارسلونا در بازی شب گذشته مقابل سلتا ویگو دچار ضربه مغزی شد. با نقل از تاکرنت، آنتونی رودیگر مدافع میانی 29 ساله آلمانی با رئال مادرید قرارداد امضا کرد و بر این اساس تا سال 2026 بازیکن رئال مادرید خواهد بود. لاس بلانکوس قبلا با این بازیکن به توافق رسیده بود اما میخواست تا پایان فصل صبر کند تا قرارداد او رسمی شود. مدافع آلمانی که از مدت‌ها قبل مورد توجه رئال مادرید قرار داشت با سران این تیم به توافق رسید و از فصل آینده پیراهن تیم مادریدی را بر تن می‌کند. با این ترتیب رودیگر اولین خرید فصل بعد کهکشانی‌ها خواهد بود. رودیگر یک مدافع میانی اثبات شده با سابقه طولانی در تیم‌های بزرگ است. او کار خود را در رده جوانان بورسیا دورتموند و سپس شتوتگارت آغاز کرد. در ادامه به تیم اصلی شتوتگارت رفت و در آن زمان بود که توجه روم به او معطوف شد. او دو فصل را با تیم ایتالیایی سپری کرد و در مجموع 72 بازی برای این تیم انجام داد. چلسی در سال 2017 متوجه شد و 35 میلیون یورو به روم پرداخت تا بتواند رودیگر را به خدمت بگیرد. او در مجموع 2 ساعت بازی در 6 فصل حضورش در تیم چلسی انجام داد. دوران حرفه‌ای او در استنفورد بریج به تدریج بهتر شد و اوج کار او نیز قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا بود. او در مجموع 50 بازی برای تیم ملی آلمان انجام داده است. او در جام جهانی 2018 روسیه حضور داشت و در سال 2017 قهرمان جام کنفدراسیون های فیفا شد و در سطح باشگاهی اروپا هم لیگ قهرمانان و هم لیگ اروپا را با چلسی کسب کرد و زیر نظر توخیل سوپر جام یوفا و جام باشگاه های جهان را نیز فتح کرد. با نقل از ساکرنت، کریم آدمی مهاجم سالزبورگ با قرارداد ارزش 38 میلیون یورو با تیم بورسیا دورتموند پیوست تا جانشین ارلینگ هالند شد. مهاجم نروژی بورسیا دورتموند با منچستر سیتی به توافق نهایی دست پیدا کرده و راهی انگلیس شد. این مهاجم جوان با استعداد که تنها 20 سال سن دارد با سیگنال ایدونا پارک میآید تا بتواند جای خالی ارلینگ هالند را پر کند که در چند فصل اخیر بهترین گلزن زرتپوشان آلمانی بوده است. بازیکن سالزبورگ که تابستان امسال راهی دورتموند خواهد شد در این فصل در 42 بازی 23 گل به ثمر رسانده و 7 پاس گل داده است. او باید در دورتموند فشار زیاد را تحمل کند چرا که قطعا با هالند مقایسه خواهد شد و باید دید این مهاجم چه عملکرد خواهد داشت. آدمی از پدر نایجریایی و مادر رومانیایی در مونیخ آلمان متولد شده است و تاکنون 3 بازی ملی نیز برای تیم ملی فوتبال آلمان انجام داده و باید دید درخشش در دورتموند باعث می‌شود که هانسی فلیک برای جام جهانی او را به تیم ملی این کشور دعوت کند یا شرایط طور دیگر برای او رقم خواهد خورد. با نقل از ساکرنت، منچستر سیتی قرارداد ارلینگ هالند را رسمی کرد. مهاجم نروژی تا سال 2027 با منچستر سیتی قرارداد امضا کرد. طبق گزارش ها سیتی با پرداخت بند فسخ 51 میلیون پوندی او موافقت کرده است. هالند معاینات پزشکی خود را در آلمان پشت سر گذاشت و به عضویت تیم سیتی درآمد. باشگاه سیتی در بیانیه اعلام کرد: ما با توافق اصولی به بورسیا دورتموند برای انتقال ارلینگ هالند دست یافتیم. ارلینگ هالند به یکی از بهترین بازیکنان حال حاضر جهان تبدیل شده و احتمالاً با کیلیان امباپه برای کسب توپ طلای بعدی رقابت خواهد کرد. این مهاجم در سالهای اخیر پیشرفت بسیار خوبی داشته است. بازیکن جدید سیتی علیرغم مصونیت‌های چند هفته اخیر با موفقیت تست‌های پزشکی را پشت سر گذاشت. بورسیا تلاش زیاد کرد تا این مهاجم را در آلمان نگه دارد اما مهاجم نروژی تصمیم گرفت با تیم دیگر برود. هالند می‌خواست با تیم برود که تک مهاجم باشد و به همین خاطر سیتی را انتخاب کرد. بایر مونیخ، بارسلونا، منچستر یونایتد، چلسی و رئال مادرید نیز از جمله خواهان خدمات این بازیکن بودند. پس از چند ماه مذاکره سیتی در این رقابت برای جذب هالند پیروز شده تا یکی از آینده‌دارترین مهاجمان حال حاضر دنیا را به خدمت بگیرد. این مهاجم با اختلاف بیشترین دستمزد تیم را خواهد داشت و حدود 30 میلیون یورو در سال دستمزد خواهد گرفت. او میتواند حلقه مفقودی سیتی در راه کسب جام لیگ قهرمانان اروپا باشد و به همین خاطر پپ گواردیولا او را برای فصل بعد به خدمت گرفت. او تا 17 بازی برای تیم ملی نروژ 15 گل به ثمر رسانده است. با این حال امسال برای این مهاجم پس از حذف از لیگ قهرمانان اروپا در مرحله گروهی و عدم کسب سهمیه جام جهانی 2022 قطر خوب پیش نرفت. پپ گواردیولا تابستان گذشته نتوانست هری کین را ساتنهام به خدمت بگیرد. منچستر سیتی دو پیشنهاد داد، یکی 120 میلیون یورو و دیگر 175 میلیون یورو، اما نتوانست رئیس باشگاه لندنی را متقاعد کند که کین را بفروشد. بالاخره سیتی توانست جانشین سرخ راگیرو را جذب کند و از فصل بعد ارلینگ هالند را در ورزشگاه اتحاد خواهیم دید. با نقل از اسپورت، بارسلونا در هفته 36 رقابت‌های لالیگا به مصاف سلتا ویگو رفت و توانست با نتیجه 3-1 به پیروزی دست پیدا کند. عثمان دمبله در این بازی هم عملکرد بسیار خوب از خود نشان داد و توانست 2 پاس گل بدهد. این مهاجم فرانسوی در سال 2022 توانسته است 11 پاس گل در رقابت‌های لالیگا به نام خود به ثبت برساند که این بهترین عملکرد در 5 لیگ معتبر اروپایی است. دمبله در سال 2017 از دورتموند به بارسا پیوست. او از 2017 تا 2021 تنها 14 پاس گل در بارسا داد اما در سال جاری به روزهای اوج خود برگشت است و 11 پاس گل داده است تا یکی از بهترین‌های تیمش باشد. دمبله تا تابستان سال جاری با بارسا قرارداد دارد. سران آبی ناری ها سخت در تلاش هستند تا قرارداد این بازیکن را با توجه به درخشش در فصل جاری تمدید کنند و باید دید که او در نهایت چه تصمیم خواهد گرفت. جاوی درباره این بازیکن گفت: دمبله یک بار دیگر توانایی های خود را نشان داد. او نه تنها پاس گل می دهد بلکه در گلزنی هم به کمک تیم می آید.
دمبله کوتاهی نمیکند و نهایت تلاش خود را برای موفقیت تیم انجام میدهد و این همان چیز است که ما از او میخواهیم. در فوتبال این طور نیست که تنها گلزنی برای تیم اهمیت داشته باشد و او با پاس گلهایش برای ما درخشان ظاهر شده است. سه امتیاز مهم را به دست آوردیم و البته باید تاکید کنم که در نیمه نخست بازی خوب را به نمایش نگذاشتیم. باید بهتر از این ظاهر شد. هنوز مشکلات داریم که باید برطرف شود. نیاز به صبر و آرامش بیشتر داریم. سهمیه لیگ قهرمانان اروپا را کسب کردیم اما هنوز نایب قهرمانی ما قطعی نشده است. جاوی ادامه داد. هدف من در این بازی این بود که بازی سازی را از عقب آغاز کنیم و به همین خاطر ریکی پویگ را به میدان فرستادم. تیم غایبان بزرگی دارد. پیکه، پدری و بوسکس را در اختیار نداریم. با این حال باید ادامه داد. در جریان این بازی مدافع اوروگوئه این تیم دچار مصونیت بد شد. در دقیقه 60 بازی در حالی که شاگردان جاوی با نتیجه 3-1 از مهمان خود پیش بودند، رونالد آروخو و همتیمی‌اش گاوی که قصد داشتند در میانی میدان توپ را با سر ضربه بزنند، سرشان به یکدیگر برخورد کرد و همین باعث شد تا مدافع اوروگوئه بارسا دچار ضربه مغزی و بلافاصله توسط آمبولانس راهی بیمارستان شود. کلمنت لنگلی در دقیقه 68 جای آروخو را گرفت. باشگاه بارسا پس از این بازی با انتشار بیانیه کوتاه اعلام کرد. رونالد آروخو دچار ضربه مغزی و برای آزمایش‌های بیشتر به بیمارستان منتقل شده است. او همچنین پس از به هوش آمدن ورزشگاه را به مقصد بیمارستان ترک کرد. اریک گارسیا مدافع بارسا و یوگو آسپاس کاپیتان سلتا ویگو اولین کسانی بودند که پیش از حضور تیم پزشکی در زمین بالای سر آروخوی 23 ساله حاضر شدند تا به او کمک کنند. پس از اینکه این مدافع اوروگوئه با آمبولانس به خارج از زمین برده شد، هواداران حاضر در ورزشگاه نیوکمپ به تشویق او پرداختند. بازی هم پس از 7 دقیقه توقف ادامه پیدا کرد و در نهایت بارسا 3 امتیاز این بازی را از آن خود کرد. بر اساس ادعای جراد رومیرو خبرنگار اسپانیایی، آروخو مشکل جدی ندارد و ژاوی هرناندز سرمربی 41 ساله بارسا هم پس از این بازی گفت اگر فردا یعنی چهارشنبه همه چیز خوب پیش برود، آروخو به خانه باز می‌گردد. این مدافع جوان که در سال 2018 به عضویت بارسای بی درآمد و یک سال بعد هم به تیم اصلی بارسا راه پیدا کرد، این فصل در 42 بازی برای آبیانی‌ها به میدان رفته و 4 گل هم به ثمر رسانده است. ژاوی درباره شرایط رونالدو آروخو پس از بازی گفت: پزشک تیم به ما گفت که او به هوش آمده است. ما در ابتدا بسیار ترسیده بودیم اما او شب را در بیمارستان سپری خواهد کرد و مشکل وجود نخواهد داشت. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.